سیستم اکسیژن اضطراری چگونه به کمک مسافران می آید؟ سیستم اکسیژن اضطراری هواپیما یکی از بخش‌های مهم پرواز است که در صورت افت ناگهانی فشار هوا به طور خودکار باز شده و اجازه تنفس را به مسافرین می دهد. آیا می دانید ماسک های اکسیژن چطور کار می کنند؟ تحت چه شرایطی باید به کار بروند؟ و چقدر اکسیژن در درون هر کدام از آنها موجود است؟ هرچه هواپیما در ارتفاع بالاتری پرواز کند، فشار هوا کمتر می شود. برای مثال، اکسیژن موجود در هوا در ارتفاع 18,000 پایی فقط نصف اکسیژنی است که در ارتفاع سطح دریا موجود است. کوهنوردان به طور کامل با این مسئله آشنایی دارند، چرا که با افزایش ارتفاع مجبور به نفس کشیدن پیاپی جهت جذب اکسیژن مورد نیاز بدن خود هستند. بدن انسان در حالت عادی تا ارتفاع 15,000 پایی به تنفس طبیعی خود ادامه می دهد. اما بالاتر از این ارتفاع به علت رقیق شدن هوا به منظور تنفس عادی باید اکسیژن کافی از منبع دیگری تأمین شود. برای مثال، کوهنوردانی که می خواهند قله اورست را فتح کنند مجبورند از ماسک های اکسیژن استفاده کنند، چرا که نوک قله در ارتفاع 29,000 پایی مقدار اکسیژن به 1/4 اکسیژن هوا در سطح دریا میرسد. کابین هواپیماهایی که در ارتفاع بالا حدوداً بیش از 6,000 پا پرواز میکنند به سیستم پرشرایزیشن مجهز هستند که تنفس عادی را برای مسافران میسر میکند. اما ممکن است این سیستم دچار اختلال شود و اگر این مشکل در ارتفاع زیاد رخ دهد، سیستم اکسیژن اضطراری به عنوان سیستم پشتیبان وارد عمل می شود و از ایجاد مشکل برای مسافران جلوگیری می کند. در واقع در سفرهای هوایی به ندرت از این وسیله اسرارآمیز استفاده می کنید. این اتفاق آنقدر نادر است که وقتی در سال 2015 مسافران یکی از هواپیماهای یونایتد ایرلاینز نیاز به اکسیژن اضطراری پیدا کردند، همه مسافران دوست داشتند تا با این ماسک ها سلفی بگیرند. پنل بالا سر مسافران ماسک های اکسیژن اضطراری را در خود جای دادند که در داخل آنها ماسک های اکسیژن، سیلند تولید اکسیژن و اتصالات لازم برای انتقال اکسیژن از سیلند به ماسک موجود است. در هنگام شرایط اضطراری از محفظه بالای سر مسافران ماسک های زرد اکسیژن به پایین می افتند. برای استفاده از این ماسک ها ابتدا باید آنها را به سمت خود بکشید. این کار باعث آن می شود که سیفتی پین سیلند تولید اکسیژن که توسط یک نخ سفید رنگ به ماسک ها متصل شده است جدا شود، که باعث می شود واکنش شیمیایی مورد نیاز برای تولید اکسیژن انجام شود. درون سیلند سدیم کلرات و پودر آهن وجود دارد که از واکنش آنها اکسیژن تولید می شود. طبق دستورالعمل‌های ایمنی ابتدای پرواز، شما باید اول ماسک را روی صورت خود بگذارید و سپس به کمک کودکان و اطرافیان خود بروید. دلیل آن این است که در ارتفاعات بالا به سبب کاهش مقدار اکسیژن احتمال بیهوشی فرد بالا می‌رود و اگر کسی بخواهد ابتدا ماسک اطرافیان را بگذارد، وقتی برای خودش نمی‌ماند. اما اگر فرد ابتدا ماسک خود را بگذارد، زمان کافی برای کمک کردن به اطرافیان خود را دارد. هر سیلند اکسیژن حداقل 15 دقیقه اکسیژن تولید می کند و این زمان کافی است تا خلبانان ارتفاع هواپیما را کاهش دهند، تا هواپیما در ارتفاعی باشد که توانایی تنفس طبیعی برای مسافران فراهم شود. شاید فکر کنید که هر ماسک به یک سیلند اکسیژن متصل باشد، اما اینطور نیست و هر ردیف از صندلی دارای یک سیلند می باشد، که این به معنی آن است که در پرواز کسانی که در یک ردیف در کنار هم نشستند از یک منبع اکسیژن استفاده می کنند. در هر ردیف یک عدد ماسک بیشتر از تعداد صندلی ها وجود دارد و دلیل آن این است که شاید نوزادی که صندلی برایش در نظر گرفته نشده در پرواز حضور داشته باشد. البته نگرانی خاصی راجع به مصرف بیهوده اکسیژن توسط این ماسک ها نداشته باشید، چرا که مکانیزم کار تمام ماسک ها به صورت دیمند ولو است، یعنی فقط با انجام عمل دم در داخل این ماسک ها اکسیژن خارج می شود.